سه‌شنبه 6 فروردین ماه شیراز، پل باختصفا، کنار گذرا مملو از آب، جریان آب در رودخانه خوش داره به شدت افزایش پیدا میکنه. این رودخانه از سمت غرب و شمال غرب شیراز به سمت جنوب و شرق شیراز حرکت میکنه. متاسفانه علیرغم هشدارها همچنان مردم روی پل تجمع کردن و پیدا بود. معابر کناری بازه، معابر ما هواداران سازمان مجاهدین در حال جمع‌آوری کمک برای هموطنان زلزله هستیم و از عموم هممیهنان درخواست داریم در پاسخ به فراخوان خانم رجبی به کمک این عزیزان بشتابند. فین به شهر تفت، ساعت 8:25 ششه فروردین ماه 98، 8:25 دقیقه هم اکنون ساعت 10:28 دقیقه ششم فروردین 1398
روز گذشته پس از وقوع سیل و رسیدن خبرهای اون، شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌ای تسلیت خانم مریم رجوی رو اعلام کرد. اجازه بدید این اطلاعیه رو مجدداً برای شما قرائت کنم. شورای ملی مقاومت ایران تسلیت خانم مریم رجوی به بازماندگان قربانیان سیل و فراخوان به جوانان غیور برای کمک رسانی مستقل و مردمی به سیل زدگان. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران صمیمانه ترین همدردی ها و تسلیت های خود را به بازماندگان قربانیان فاجعه سیل و عموم مردم به ویژه در شیراز ابراز داشت و آرزوی بهبودی هرچه سریعتر برای مصدومان و مجروحان نمود. ایشان جوانان غیور در سراسر کشور را به کمک رسانی فعال به سیل زدگان در فارس، لرستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، بوشهر، ایلام، قم، کرمانشاه، گلستان و دیگر نقاط کشور فرا خواند و گفت در شرایطی که خامنه‌ای و روحانی و دیگر آخوندها و سردمداران جنایتکار رژیم تنها در فکر حفظ نظام ننگین ولایت فقیه هستند، کمک رسانی مستقل مردمی یک وظیفه مبرم ملی و میهنی است. خانم رجوی افسود، رژیم آخوندی و سردمداران فاسد آن و سپاه پاسداران با نابودی محیط زیست باعث تشدید هرچه بیشتر این سیل ویرانگر شدند و از سوی دیگر با چپاول اموال مردم و به هدر دادن آنها در سرکوب و تروریسم و جنگ افروزی و پروژه های ضد ملی اتمی و موشکی شهرها و روستاهای کشور را به ویرانی کشانده، از حداقل زیر ساختها محروم کرده و در مقابل حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل بی دفاع گذاشتند. خسارات و ضایعات انسانی و مادی هموطنان ما در مقابل چنین حوادثی به مراتب بیشتر از دیگر کشورها و استاندارد جهانی است. در بحران کنونی که در هر کشوری همه امکانات به نجات حادثه دیدگان اختصاص می‌یابد، اولویت رژیم ولایت فقیه، آخوندهای حاکم،
سپاه پاسداران و دیگر ارگان‌های سرکوبگر ممانعت از شکل‌گیری حرکت‌های مردمی در اعتراض به این رژیم جنایتکار است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 5 فروردین 1398 25 مارس 2019. ورود سیل به شهر تفت. ساعت 8:25 درود هموطنان عزیز. گزارشگر سیمای آزادی هستم، شیراز، تاریخ 5/1/98، محل وقوع سیل ویرانگر دروازه قرآن. تصاویری که مشاهده میکنه تنها گوشه کوچکی از خسارات مالی و جانی هست که مردم عزیزمون وارد شده و اینه که نشانگر دستاورد پوسیدگی و از هم پاشیدگی نظام جمهوری اسلامی هست که در مواجهه با بحران ها و مسائل بلاهای طبیعی بر سر ما نازل شده است. خبرنگار سیمای آزادی هستم از شهرستان ایزه. اینجا آب فروکش کرده ولی جاده های روستایی بسته شده و در پیام مریم جوی به کمک سیل زده ها بشتابیم و کمک ها را مستقیم مردم برسونیم.
یکی از اقدامات جدی که رژیم از ابتدای شروع سیل انجام داده سانسور خبرها بوده، اما از اونجا که شبکه‌های اجتماعی و مردمی کار خبررسانی رو به خوبی انجام میدن، رژیم ناگزیر شده گوشه‌ای از واقعیت‌ها رو پخش کنه و اذعان کنه. ولی تضاد و به قول معروف پارادوکسی که با اون روبروه اینه که انتشار خبرها مسئولیت خودش رو افزایش میده و در نتیجه دیگه علناً به تهدید و چنگ و دندان نشون دادن علیه کسانی که دست به اطلاع رسانی میکنن پرداخته و در همین مورد به تهدید وزیر کشور دولت روحانی یعنی رحمانی فضلی خوبه یک اشاره‌ای بکنیم. مثلا رژیم آمار صدها کشته شیراز رو 20 و چند نفر اعلام کرده. از فاجعه مفقود شدن تعداد قابل توجهی کودکان خردسال در اثر سیل به این موضوع اصلا اشاره نکرده. ابعاد ویرانی مزارع و باغات مردم در استانهای شمالی یا میزان خرابی خانه ها در شهرهای مختلف رو هرچه کمتر جلوه داده تا فردا در مقابل مطالبات مردم برای جبران خسارت‌های سیل بتونه شونه خالی کنه. در حالی که در واقع میشه گفت که مسئولیت تمام عیار این فاجعه ملی به عهده نظام ولایت و سیاست‌های میهن بر باده اون بوده و هست. اعلام وضعیت قرمز. تموم مملکت رو سیل برده، نه از بارون که از ظلم و تباهی. نگاهم خیس از اندوه، چشمام شاید دارن میبینن اشتباهی. تن بی جون آدم ها شبیه گل پرپر رو سطح آب مونده. کسی فکر فلات بی کسی نیست، غمش باز بر دل مهتاب مونده. نپرسین وا مصیبت از کجا بود که سر چشمش نه بارون و تگرگه. وطن از تیر غارت زخم داره، وطن قربانی حکام مرگه. تن رود خونه ها رو دفن کردن، نصیب خونه شد سیل و سیاهی. تموم جنگلا رو سر بریدن، شد این خاک سمکوب سپاهی. تن رود خونه ها رو دفن کردن، نصیب خونه شد سیل و سیاهی. تموم جنگلا رو سر بریدن، شد این خاک سمکوب سپاهی. برخیز تو هم طغیان کن، که سیل خشم ما، که سیل خشم ما جاریشه. برخیز تو هم مصیان کن، که برکنیم کاخ ظلم، برکنیم از ریشه. برخیز تو هم طغیان کن، که سیل خشم ما، که سیل خشم ما جاریشه. برخیز تو هم مصیان کن، که برکنیم کاخ ظلم، برکنیم از ریشه. اینجا روستای دهنو از توابع شهر نوروانه که سیل خیلی هولناکی دیشب وارد این روستا شده و همه شیلات ها رو واقعا نابود کرده، که صاحبان شیلات خسارات زیادی بهشون وارد شده.
دومین صفحه حرکت تیمی اتحاد. واقعا تلاش مردم بی نظیره. کمک میخواییم واسه اینجا. کیسه به اندازه کافی نداریم. بیل با چکمه. لطفا کمک برسیم. بله فضیلت. زودی رد شو. تموم مملکت رو سیل برده، نه از بارون که از ظلم و تباهی. نگاهم خیس از اندوه، چشمام شاید دارن میبینن اشتباهی. تن بی جون آدم ها شبیه گل پرپر رو سطح آب مونده. کسی فکر فلات بی کسی نیست، غمش باز بر دل مهتاب مونده. نپرسین وا مصیبت از کجا بود، که سر چشمش نه بارون و تگرگه. وطن از تیر غارت زخم داره، وطن قربانی حکام مرگه. تن رود خونه ها رو دفن کردن، نصیب خونه شد سیل و سیاهی. تموم جنگلا رو سر بریدن، شد این خاک سم کوب سپاهی. تن رود خونه ها رو دفن کردن، نصیب خونه شد سیل و سیاهی. تموم جنگلا رو سر بریدن، شد این خاک سم کوب سپاهی. برخیز تو هم طغیان کن، که سیل خشم ما، که سیل خشم ما جاری شه. برخیز تو هم مصیان کن، که برکنیم کاخ ظلم، برکنیم از ریشه. برخیز تو هم طغیان کن، که سیل خشم ما، که سیل خشم ما جاری شه. برخیز تو هم مصیان کن، که برکنیم کاخ ظلم، برکنیم از ریشه. خب بینندگان عزیز، به زمان پخش برنامه آنلاین نزدیک میشیم، با هم آنلاین رو ببینیم، بعد ویژه برنامه قیام ایران رو ادامه میدیم. به همه شما همراهان عزیز، با بخش دیگه ای از آنلاین و با ساب‌های خبرهای سیل در فضای مجازی همراه شما عزیزان هستیم. تصاویر جدیدی از شهرهای مختلف که سیلاب و دانش رودخانه در این شهرها اتفاق افتاده رو می‌بینیم. تصویری هست از شوشتر و ورود سیلاب کارون به داخل شهر و یکی از پارک‌های شهر. تصویر دیگه ای هست از درود و دانشگاه پیام نور این شهر که سالنش در زیر آب فرو رفت. فیلمی هست از دسفول، میدان یعقوب لیث و آب گرفتگی خیابون ها. علاوه بر موضوع سیل، این بارندگی و سیلاب های شدید در مناطق مختلف باعث رانش زمین هم شده. فیلمی هست از استان مرکزی و رانش زمین در این استان. امروز سیلاب در شیراز ادامه داره. گفته میشه که از سمت سپیدان به دلیل بارندگی شدید آب در حال ورود به شهر شیراز هست. از جمله فیلمی هست از سمت سعدی و کمربندی شیراز که گسترده شدن آب رو نشون میده.
فیلم دیگه هست باز هم از شیراز، پل باغ صفا که رودخانه طغیان کرده و هشدار میدن که هموطنان در اطراف این رودخانه و پل‌های اون نباشن به دلیل اینکه خطر بروز سیل وجود داره و معابر کناری اون کاملا باز هست و میتونه باعث گسترش نفوذ آب بشه. دوشنبه 6 فروردین ماه شیراز، پل باغ صفا کنار گذرا مردم و از آب جریان آب در رودخانه پشت داره به شدت افزایش پیدا میکنه. این رودخانه از سمت غرب و شمال غرب شیراز به سمت جنوب و شرق شیراز حرکت میکنه. معابر کناری بازه، قابل توجه که این رودخانه به رودخانه خشک معروفه و وقتی که این رودخانه اینطور طغیان میکنه و پر از آب میشه یعنی در مرحله خطرناکی قرار گرفته. فیلم دیگه هست از کمربندی شیراز و این کمربندی کاملا به زیر آب رفته. تصویر دیگه هست باز هم از شیراز و پل فضیلت. پل فضیلت اما عکسی منتشر شده از تخت جمشید که خیلی جالب توجهه و نشون میده که چطور سیلاب از کانال‌هایی که هزاران سال پیش ساخته شدن به راحتی عبور کرده و مانع از تخریب تخت جمشید شده. اما می‌بینیم که زیرساخت‌های کنونی شهرها کاملاً باعث شده که شهرها به یک ویرانه تبدیل بشن. این تصاویر تصاویر کانال‌های زیرزمینی تخت جمشید هست و عبور آب از اونها. تصویر دیگه هم هست به شکل نمادین که نوشته شیراز تسلیت و حافظیه رو در آب نشون میده. به دنبال بیعملی رژیم و در واقع بدون واکنش بودن سران رژیم در رابطه با این سیل در واقع میشه گفت دردناک و فاجعه بار، تصویری از طنز از آخوند روحانی در فضای مجازی منتشر شده که نشون میده که گفتن که آخوند روحانی در حال بستن مسیر سیل. پوستر دیگه هم هست که نشون میده بودجه هایی که باید صرف کمک به مردم و صرف حفظ محیط زیست بشه کجاها هزینه میشه. در این پوستر میبینیم که بودجه نهادهای خاص تبلیغی رژیم که هیچ ربطی به مردم ندارن 8.5 برابر کل بودجه محیط زیست هست که البته همون بودجه محیط زیست هم خرج یک سری افراد و مؤسسات خاص حکومتی میشه نه خرج مسیر درست خودش. و طبق چیزی که سال گذشته تصویب شده بودجه مربوط به نهادهای مذهبی 3351 میلیارد تومان هست در حالی که بودجه محیط زیست که باید همه مسائل کشور مثل خشکسالی، آلودگی هوا، کمبود آب و بحران‌های اینچنینی مثل سیل رو پاسخگو باشه فقط 403 میلیارد تومان برآورد شده. و در نهایت گزارش امروزمون شعارنویسی رو که در همبستگی با هموطنان سیل‌زده‌مون نوشته شده رو با هم می‌بینیم از شهرستان ایزه که نوشته دوباره می‌سازمت وطن. ما هم از همینجای خدا قوت و خسته نباشید میگیم به همه اون عزیزانی که در حال کمک به سیل‌زدگان هستن و بدون شک که قطعا با اراده ها و غیرت و همت شما دوباره این وطن رو از نو بدون دیکتاتوری آخوندها خواهیم ساخت. تا دیدار دیگه و فرصت دیگه خدا نگهدار همه شما.
هم اکنون ساعت 10:28 ششم فروردین 1398 خب بینندگان عزیز، ویژه برنامه قیام ایران رو در اینجا به پایان میبریم. از حضور شما موقتا خداحافظی میکنیم، ولی ما همچنان با آخرین خبرها و تحولات فاجعه سیل در استانهای کشور در خدمت شما خواهیم بود در طول روز و برنامه های سیمای آزادی و آخرین تحلیل ها و اوضاعی که به اصطلاح در این استانهای کشور صدها روستا و شهر با اون مواجه هستند. پس تا دیدار بعدی، فعلا خدا نگهدار.